سلام دوستان امیر افشاری هستم با دورای آموزشی فارکس حرفه در خدمتتون جلسه 304 م قسمت اول موضوع این جلسه معرفی صرافی بایننس پس از باز کردن مرورگر خودتون با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما وارد سایت میشیم صفحه ای که مشاهده میکنید صفحه ثبت نامه که میتونید ویدیو شماره 303 مربوط به ثبت در صرافی بایننس رو در یوتیوب و آپارات ما مشاهده کنید. با کلیک بر روی آیکون بایننس وارد صفحه اصلی سایت میشیم. به نکته توجه کنید که صرافی بایننس به ساکنان ایران خدماتی ارائه نمیده. پس برای وارد شدن به این سایت باید از VPN یا فیلتر شکنی معتبر استفاده کنید. منظور از معتبر VPN است که در هیچ شرایط حتی در صورت قطعی اینترنت هم آی پی شما رو ثابت نگه داره و تغییر نکنه. پیشنهاد من استفاده از وی هایی است ها که ساختارشون بر اساس نرم افزار پروکسی فایر کار میکنه. دقت داشته باشید که من به هیچ وجه استفاده از برنامه بایننس برای تلفن همراه رو پیشنهاد نمیکنم چون به محض نصب و اجرا احتمال بسته شدن حسابتون به علت آی پی ایران وجود داره. در بالای صفحه شش بخش رو مشاهده میکنید که امروز قرار به بررسی این بخش ها بپردازیم. خب در قسمت اول یعنی بای کریپتو یا خرید کریپتو مواردی رو میتونید ببینید که تمامی این موارد رو در بخش های بعد توضیح میدیم قسمت بعد یعنی مارکت یا بازار در این قسمت میتونید قیمت ارزهای مختلف رو ببینید علاوه بر این میتونید ارزها رو با دستبندی های بیشترین میزان افزایش و کاهش در 24 ساعت گذشته بیشترین میزان معاملات در 24 ساعت گذشته و غیره مشاهده کنید به راحتی با کلیک روی هر یک از عناوین و دستبندی ها میتونید لیست ارز ها رو بر اساس مورد دلخواهتون دستبندی کنید همینطور کادر جستجو رو در سمت راست صفحه هم میبینید که در صورتی که بخواید ارز مورد نظرتون رو پیدا کنید از این قسمت میتونید استفاده کنید در بخش بعد یعنی ترید یا تبادلات شما نگه داشتن موس خودتون روی این بخش لیستی رو مشاهده میکنید بخش اول این لیست یعنی کانورت یا تبدیل کردن همونطور که از اسمش هم مشخصه این بخش پلتفرمی برای تبدیل ارزهای دیجیتال به هم دیگه است که به شما این قابلیت رو میده که ارز فعلی خودتون رو به ارز دلخواهتون تبدیل کنید در بخش بعد از زیر مجموعه های قسمت ترید میتونید دو نوع از تنظیمات معاملاتی رو ببینید کلاسیک و ادوانس یا پیشرفته فرق زیادی بین این دو وجود نداره به جز اینکه در حالت پیشرفته میتونید تجزیه تحلیل دقیق تری رو مشاهده کنید در صورتی که در حالت کلاسیک تنها اطلاعات ضروری و مهم برای معامله نشون داده میشه پیشنهاد من به شما استفاده از بخش پیشرفته است چون در صورتی که طریق استفاده از حالت پیشرفته رو یاد بگیرید میتونید به راحتی از بخش کلاسیک هم استفاده کنید با کلیک روی بخش پیشرفته وارد صفحه جدیدی میشید در این قسمت صفحه میتونید ردیف تغییرات قیمت ها رو ببینید همینطور در این قسمت هم اطلاعاتی در رابطه با سفارشاتتون رو می‌بینید مثل سفارشات باز، تاریخچه سفارشات، تاریخچه تبادلات و غیره در قسمت بعد صفحه یعنی اینجا میتونید جدول سفارشات رو ببینید سفارشات خرید و فروش در اینجا هم تبادلات و معاملات رو می‌بینید که چه مقدار خرید و فروش در چه ساعتی و چه قیمتی انجام شده خب اصلا این اطلاعات مربوط به چه ارزیه در گوشه سمت چپ صفحه میتونید گزینه ای برای انتخاب ارز مورد نظرتون رو ببینید که در حال حاضر بر روی جفت ارز بیت کوین تتر قرار داره و تمامی اطلاعاتی که در صفحه میبینید مربوط به این ارزه مثلا برای ارز بیت کوین در این قسمت میتونید بالاترین و پایینترین قیمت بیت کوین رو در 24 ساعت گذشته ببینید در سمت راست صفحه بخش خرید و فروش رو مشاهده میکنید که در ویدیوهای دیگه که میتونید در کانال آپارات و یوتیوب ما ببینید به طور کامل و مفصل به توضیح راجع به این بخش ها پرداخته شده در بخش بعد از زیر مجموعه قسمت ترید میتونید مارجین رو ببینید این قسمت برای افرادی است که قصد قرض گرفتن پول از صرافی و انجام معاملاتشون با پول بیشتری رو دارن همینطور که میبینید میتونید تا سه برابر بیشتر از پول خودتون رو قرض بگیرین اما دقت کنید که این روش ریسک بالایی داره و به افراد تازه کار به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه خب در بخش بعد از زیر مجموعه قسمت ترید میتونید P2P بایننس تریدینگ یا معاملات همتا به همتا رو ببینید در این نوع معاملات بایننس هیچ نقش کنترل و قابلیت دیدنی بر معاملاتتون نداره و شما مستقیما با طرف معامله خودتون در ارتباط هستید و واسطه ای وجود نداره همینطور که میبینید افراد مختلف سفارشات خرید و فروششون رو قرار دادن و شما میتونید موارد مد نظرتون رو انتخاب کنید و وارد معامله با طرف مقابلتون به صورت مستقیم بشید و زیر مجموعه آخر قسمت ترید یعنی استاک توکن که اخیرا به قابلیت های سایت بایننس اضافه شده شما قادر به خرید سهام شرکت های موجود در لیست هستید برای مثال در حال حاضر شرکت هایی چون تسلا، مایکروسافت، اپل و غیره خب قسمت بعد یعنی قسمت مشتقات یا دریویتیز در این قسمت شما قادر و مشاهده بخش مختلفی هستید در بخش اول یعنی بایننس فیوچر اوورویو در رابطه با بخش های بعدی به صورت خلاصه توضیحات رو بیان کرده در بخش بعد یعنی ریسپانسیبل تریدینگ یا معاملات مسئولانه به این موضوع میپردازد که شما هرگز نباید سرمایه هایی رو که قادر به از دست دادن اونا نیستید رو به خطر بندازید راکارهایی که صرافی به ما پیشنهاد میکنه مثل تمرین برای انضباط خود شما میبایستی با از افراد و تفرید مانند تجارت های اجباری یا قمار خودداری کنید مورد بعد میشه به به طور مداوم آموزش ببینید اشاره کرد به دلیل گستردگی و حساسیت این بازار شما میتونید با استفاده از دورای آموزشی اطلاعات خودتون رو افزایش و به کنید مورد آخر نیز که سایت ما پیشنهاد میکنه محافظت از سرمایه خوده برای انجام این کار در وحله اول میبایستی مدیریت ریسک رو بیاموزید که برای هر گر بسیار مهمه و به شما کمک میکنه از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید خب قسمت بعد یعنی USDS Margin Future و Coin Margin Future در ابتدا دقت داشته باشید که در معاملات آتی یا فیوچرز روش کار کاملا متفاوت با معاملات اثباته بنابراین با خرید یک رمز ارز شما این رمز ارز در کیف پول خودتون مثل تراست والت یا حساب خودتون ندارید و حتی قادر به انتقال از شخص به شخص دیگه یا کارت دیگری نیستید در اینجا شما با قراردادها کار میکنید در واقع قراردادهای خرید و فروش روی رمز ارز مورد نظر خودتون رو معامله میکنید با کلیک بر روی بیت کوین تتر در بالای صفحه میتونید قرارداد مورد نظر خود برای باز کردن معامله روی اون رمز ارز رو انتخاب کنید به عنوان مثال اگه شما قصد باز کردن موقعیت بر روی رمز ارز بیت کوین رو داشته باشید کافیه که عبارت BTC که مخفف عبارت بیت کوین راست رو در نوار جستجو وارد کنید تا قراردادهای موجود برای رمز ارز بیت کوین رو ببینید در مورد USDS مارجین فیوچر حرف انگلیسی S و یک دایره به دور اون نشون دهنده استیبل کوینه استیبل کوین رمز ارزی است که پشتوانه آن یک واحد پولی، طلا و کالا یک دارایی با ارزش مشخصه. در نتیجه اگه شما قصد انجام معامله از قسمت USDS مارجین Future رو داشته باشید، باید دارایی که به بخش معاملات آتی بایننس انتقال میدید از نوع استیبل کوین باشه. در صورتی که کوین مارجین فیوچر رو انتخاب کنید، باید یک کوین مثلا بیت کوین رو به حساب آتی خودتون انتقال بدین و قاعدتا با سود یا ضرر کردن در معاملات خود از این بخش مقدار دارایی شما در اون کوین تغییر خواهد کرد اگر دارایی شما بیت کوین باشه و در صورتی که در معاملات سود کنید مقدار بیت کوین شما هم بیشتر میشه و در صورت ضرر کردن از دارایی بیت کوین شما کاسته میشه خب گزینه بعدی یعنی گزینه های وانیلی یا به اصطلاح گزینه های بیت کوین وانیلی به سبک اروپایی به کاربران اجازه میده تا با انقضای قرارداد بیت کوین رو با قیمت توافقی خریداری کنند و سپس اون رو با ارزهای رمز پایه دیگه معامله کنند تفاوت این قراردادهای اروپایی نسبت به قراردادهای گزینهای آمریکایی که بایننس در آوریل 2020 راه اندازی کرد اینه که به معامله گران اجازه میده در هر نقطه تا زمان انقضای قرارداد بیت کوین رو خریداری کنند قسمت بعد یعنی توکن های لوریج دار یا اهرم دار بایننس و یا توکن های غیر زنجیری دارایی های قابل معامله در بازار اسپات بایننس هستند که به کاربران امکان ریسک لوریج دارایی پایه رو میدن هر توکن لوریج نشان دهنده یک سبد از موقعیت های قرارداد دائمی است خب مرد آخر یعنی بتل یا رقابت در این رقابت ها در یک تایم پنج دقیقه ای تریدر ها به پیش بینی قیمت به صورت لانگ و شورت یعنی طولانی مدت و بلند مدت می‌پردازند و در صورت پیش بینی صحیح سود دریافت خواهند کرد و در صورت پیش بینی اشتباه ضرر خب به پایان قسمت اول از جلسه 304 ویدیو های آموزشی فارکس حرفه رسیدیم در قسمت بعد با ادامه معرفی صرافی بایننس است در بخش های سرمایه گذاری و NFT در خدمتون هستیم امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه پیروز و سربلند باشه